روزای عید تنها خانه ای که شلوغ بود از حیث رفت و آمد و اعیاد فقط منزل آقای بروجردی بود. مرحوم حالا اون وقت میگفتیم حاج روح الله خمینی امام، منزل ایشون همینجا بود، اینا هم آخرین خونی قم بود، یه بقیهش باغ بود و بیابون بود و صحرا بود و دیگه هیچ خونه اینجا نبود. منزل آقا آخر منزل بود. آقای گلپایگانی هم که حسین آباد می نشستن تو بازار حسین آباد، آقای شریعت ندارم که منزل ایشون بود. خب اونها جز اساتید البته معروف حوزه بودن، ولی اونی که خیلی رفت و آمد بود منزل آقای بروجردی بود. خب ما هم می رفتیم، یه طلبی جوانی بودیم، یکیشا یادم هست که خیلی جالب بود، آقا تو همین منزلش دو بیرونی می نشست، تو زاویه می نشست. یه عربی متاسفانه من یه مصرعش یادم هست خیلی جالب تشبیه کرد آقا را به حجر الاسود و خانهش را به کعبه، انتل حجر و بیتو کل حرمو، خودت حجر الاسودی و خانهت حرمه، که همه آقایون صداشون بلند شد اعید اعید، یعنی تکرار کن، بگو بگو. متاسفانه حالا دیاد چه بود که توجه نکردم همین مصرع اول و این تشبیه زیبا باعث شد که به مصرع بعدیش دیگه توجه نکنم، ولی این بود انتل حرم انتل حجر و بیتو کل حرمو، خودت حجر الاسودی. خیلی هم جالب بود چون ایشون تو این زاویه بود، مردم میان دست میبوسیدن بلا تشبیه استلام میکردن، خیلی تشبیه کرد خودت حجر الاسودی خونت حرمه.